гузоришҳои таҳлилӣ, гуногунии афкор, қаҳрамонҳо ва шаҳрикоршиносон. Иттилои воқеӣ ва муҳтамад дар барномаи дар маркази таваҷҷӯҳ. Салом алайкум. Фарзона Абдулқайс ҳастам бо шумо. Барномаи мазкур бо дастгирии Институти Никоси Ҷанг ва Сулҳи Бритония омода шудааст. Давоми чанд дақиқае, ки дар ихтиёр дорем, дар бораи муҳимтарин масъалаи рӯз суҳбат хоҳем кард. Буҷаи соли 2016 аз ҷониби вакилони парлумони тоҷик қабул шуд. Дар қиёс ба соли равон, буҷаи соли оянда наздик ба 20% афзудааст. Дар сурате ки кишвар аз буҳрони иқтисодӣ ранҷ мекашад, коршиносон аз иҷро шудани буҷаи нав шубҳа доранд. Мизони даромади кишвар аз ҳисоби муҳоҷирони корӣ ба таври назаррас коҳиш меёбад. Нархи пахта ва алюминий низ ба маротиб поин фаромадааст. Ромиши Ромин мавзӯро идома медиҳад. افزایش 3 میلیاردی بودجه برای سال 2016 در حال است که حکومت تاجیکستان نتوانسته است نقشه 9 ماهه بودجه کشور در سال جاری را اجرا کند و بر پایه معلومات ارائه داشته مقامات قسمت درآمد بودجه دولتی طی این دوره بیش از 60 میلیون دلار کم آمد داشته است. از اینجاست که نقشه افزایش 15-20% معاش و نفقه شهروندان از سپتامبر سال جاری عملی نشد. منصور اکبروف کارشناس مستقل تاجیک در مسائل اقتصادی اندیشه دارد که در سنده که به حیث قانون بودجه دولتی هر سال تهیه و تایید می شود، حالت ریالی و واقعی اقتصادیات کشور بازتاب نمی شود. رزین امید رحمان در پیام سالانش در آغاز سال 2015 گفت که برای بلند برداشتن معاش در ماه سپتامبر سال روان بیش از 1 میلیارد سومانی مصرف می شود. معاش، نفقه و ادراک پولی دانشجویان و امثال این. اما در جنبه 9 ماهه در مجلس حکومت تاکید به آن گفتند که بودجه تاجیکستان بیشتر از 300 میلیون سومانی و کمبود دارد. پس از این برمی‌آید که کمبود بودجه تاجیکستان در دوام 9 ماه نه 300 میلیون بلکه بیشتر از آن است که حکومت نتوانست که معاش را بلند بردارد. مثلا میتوانست که معاش را نه آن به حدی که وعده که کرد، مثلا با 30% شاید که با 5% کم کردن معاش را بلند بردارد، اما عموما معاش را بلند نکرد و این را به یک مهلت نامعین موقوف گذاشتند. شاید که آنها برای که پیشنهاد میکنند، برای آمار پیشنهاد میکنند باور بخش نباشد. میگن که برای معاش 1 میلیارد ضرور است، اما با کمبود 300 میلیون نمیتوانند که معاش را دیگر چرا بلند بردارند. همین یک باوره را شاید به میان آورد. فرهاد جمعیف شارح مسائل اقتصادی میگوید قانون بودجه چند مسئله بحثناک دارد که یکی از آنها پیشبینی نادرست قرب سامانی در برابر دلار است. فعلا قرب پول ملی در برابر دلار از سطح 7 سامانی عبور کرده است. پس ما چطور بر درستی ارقام و نشاندادهای بودجه اعتماد کنیم؟ اظهار داشت این کارشناس. من فکر میکنم که با نظر داشتیم که بعد از سال نو قرب پول ملی در برابر دلار و دیگر اسعار خارجی کاهش مییابد، از این خاطر اینو به حکومت شاید به نظر گرفت که وقتی پول به قرب میشود منطقا جمع‌آوری انداز این چیزا زیاد میشود و یا درآمدهایی که مثلا بودجه دارد به خصوص از حساب اسعار خارجی، به خصوص از حساب دلار و صادراتی که دارد، چه آلومینیو چه پخته یا دیگر صادرات دیگری هستند، شاید به این فکر باشند که به قرب میشود و همه پولی که امروز مثلا حاضر اگر 10 میلیارد شما حساب کنید پگو سال دیگر 20 میلیارد میشود. احتمالاً امروز 720-730 احتمالاً بعد از سال نو بحران خیلی شدیدتر خواهد شد و درآمدهای مالی بخصوص پولی کم خواهد شد بخصوص از روسیه. پولی تاجیک احتمالاً 1 دلار و حدی 10 سومان رسد. شمسدین جلالوف خادم ارشد پژوهشگاه اقتصادیات و دموگرافی اکادمی علوم تاجیکستان میگوید افزایش حجم مبلغ بودجه میتواند از حساب عوامل مختلف از جمله بنیاد کارخانجات نو صنعتی، مساعدسازی فضا و اقلیم سرمایه گذاری مملکت، سطح آزادی فعالیت های صاحبکاری و شفافیت فعالیت نهادهای فیسکالی تأمین گردد. اگر در نظر داشته شده باشد کارخانه‌های نو صنعتی که خصوصا در ولایت سوق بیشتر کارخانه‌های نو پیدا شد، کارخانه‌های مشترک پیدا شد، خرد دستانسان بیشترش خرد میانه را در نظر دارد و یک چند انشاءاتی بزرگ مثلا تیپ کارخانه سیمین براری و فیلیل اون در خوجند. امروز ما میدانیم پرزیدنت کشور امام علی رحمان با این امضا گذاشت در باره بازار قواسای قیمت بها، اگر این درست براه مانند
ممکن است که از بیرون با واسطه مبلغ گذاری و خریدار کردن کاغذهای قیمت با ککم، کاغذهای قیمت با ما فقط هم روغن رو در نظر داریم چون که دیگر نیست. البته این یک نقطه هایی است که میتونه بودجه تاجیکستان رو پر کنه. فرهاد جمعایف کارشناس مستقل تاجیک در مسائل اقتصادی از طرز تقسیم مبالغ بودجه به عرصه های مختلف خواجگی خلق انتقاد و صحبت های وزیر مالیه را که می گفت در بودجه توجه بیشتر به امور اجتماعی داده شده است دور از واقعیت خواند. در چنین وضعیتی که قرب سامانی پول ملی با شدت پایین ولی برعکس بهای مواد مورد نیاز مردم بالا می رود، دولت چاره بجز از بلند کردن معاش و نفقه ندارد. در غیر صورت ضرر به جیب تهی مردم افزوده، زمینه را برای تشنج و ترکش های اجتماعی هموار میکند. تنها در سال روان از حساب انداز ارزش اضافه و پرداخت های گمرکی یک قطار کارخانه ها آزاد کرده شدند که به حساب خود متخصصان خود حکومت 20 میلیون دلار تشکیل میده. چندین یک شرکت هستند که خب معلوم است که به رهبرای بلندپایه تاجیکستان تعلق دارد و در همین سالانه میلیون ها دلار به خزینه دولت وارد نمی شود. طبق طرح قانون بودجه نو، خراجات برای تأمینات اجتماعی از جمله نفقه کم کرده شده است. بخش های علم اقتصاد و لایحه های ایمیجی نیز از مبلغ تنقیص خواهند داشت. علاوه بر این، اقتصاد تاجیکستان از بسیار جهت وابسته روسیه است، اما طور معلوم اقتصاد این کشور بر اثر سانکسی جاری کرده کشورهای اروپایی رو به رکود آورده و این هم دقیق است که در یک دو سال آینده وضع اقتصاد در روسیه بهتر نمی شود و این تنها معنی اون را دارد که وضع اقتصادی تاجیکستان نیز دوام چند سال آینده به تغییر خواهد ماند. رامش رامین، دوشنبه. سامیانی گرامی، این بود همه چیزی که می خواستیم امروز برایتون رسانیم. امیدواریم این وقت بیهوده نگذشت. برنامه مذکور با دستگیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. با شما بودم من، فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مبودی خواندنی ما رو شما میتوانید در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و kabar.asia و نشین صفحه ما در فیسبوک IWPR تاجیکستان دسترس نمود. خیر و میخویم در همین وقت در همین موج و بازم با شما در برای مهمترین مسائل روز صحبت خواهیم کرد.